ایالات متحده فرستادهش هفته پیش گفتش که ایالات متحده حمایت رو از شرایط گروه چهار جانبه عنوان کرد که باید جلوی خشونت علیه اسرائیل رو بگیرن، باید توافقنامه‌های قبلی رو ازش حمایت کنن، حق زیست اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. اینا دیدگاه‌های اتحادیه اروپا، روسیه، دبیرکل سازمان ملل و ایالات متحده از 11 سال پیش تازه، از موقعی که حماس در واقع به قدرت رسید. 11 سال بعد هنوز این سیاست آمریکاست، چه دموکرات دولت، چه دموکرات باشه، چه جمهوری خواه باشه. فکر نمی کنم به برهه از زمان رسیدیم که یک در واقع دولت حماسی در کار باشه. حتی اگر حماس بخواد ملحق بشه در یک سطحی، عباس قبلا قبول کرده که هر کسی که یک وزیر باشه باید اون شرایط گروه مذاکره چهار جانبه رو بپذیره. ما سناریوها رو هنوز نمیدونیم. نمیدونیم که آیا اگه این درست باشه، آیا حماس حاضر باشه که تسلیحاتش رو نگه داره ولی از گردونه ی اداری امور خارج بشه، به خاطر اینکه همه اینا با دردسر همراهه. ولی اگه مسئله اینه که همش چیزای تاکتیکیه و نمیخوان مصری ها رو عصبانی بکنن با توجه به اینکه چقدر قدرت داره مصر و میتونه مرز در جنوب باریک غزه رو باز بکنه یا نه، نمیدونیم که آیا این واقعیه. و اگر واقعی باشه، اگر حتی عباس رئیس دستگاه خودگردان فلسطینی قبول بکنه، به خصوص اون بریگاد القاسم که اسرائیل به دید یک گروه ستیزگر یا تروریست بهش نگاه میکنه، برابر این هنوز خیلی زوده که بدونیم که آیا این یه چیز صادقانه است. یک مرحله یک مقدار عجیب و غریبیه، نمیشه گفت که پیشرفتی حاصل شده حاصل نشده. ممکنه بعد اونا مسئول پلیس باشن. هنوز فکر نمی کنم رسیدیم به ادغام دو سازمان که بتونن بشینن سر یه میز کنار هم. من همچین چیزی رو نمیبینم. بله، به موضوع خالص الله گردان عزالدین قسام اشاره میکنن که به حال گفته میشه حدود 25,000 اینها نیروی نظامی دارن و گروه گردان عزالدین قسام بازوی نظامی حماس هست.